سلام بیننده های عزیز، من کرامت الله محیدین هستم. بازم از استودیای مرکزی تلویزیونی سینما برنامه منبر اندیشه رو اطراف بیماری کرونا ویروس منظور شما میگردونیم. در استودیا دعوت نمودیم روانشناس تیب محمودی کبیر. خوش آمدید. سلام باشید. خب، طبق آخرین برآمدی اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، حالت سیرادیابی بیماری کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان رو به پسشوی رفته ایستاده است و این نشاندادها نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در تمام کشورهایی که به این گرفتار هستند همین گونه هستند. سوال این گونه می شود که خب بیماری کرونا ویروس مدت در دنیا چرخ می زند و اطرافی آن واکسین پیدا می شود، یک تبابت پیدا می شود و برطرف می شود، ولی حالت روحی و روانی انسان ها، آنهایی که اطراف این بیماری زیاد فکر میکنند، به خود تلقین کنی خود را وادار میکنند، عاقبت پس از گذشتن همین بیماری حالت روحی روانی انسان ها به کجا برده روانده میتواند از نگاه روانی؟ درست قید کردید. البته خود پیشوای ملت هم باز با توانبخشی بیمارانی که اثر گذراندند کرونا ویروس با نام کووید 19 و کسانی که در این حالت ناآرامی در جامعه هستند دعوت نمودند که قوه‌ای روانشناسانی تاجیک را استفاده برید و ما حالا که برنامه میکنیم و البته برای اون که ما درست درک کنیم تاکتیکا و استراتژی تیب را، از آن جمله تیب تاجیک را، در حالتی که این بیماری و با اثر کرونا ویروس خروج کرده است، همه بیماری ها از چهار زینه می گذرند. یکی از زینه ای که آن است دوره شدیدیت، یعنی که دوره ای که بیماری در حالت شدید قرار دارد و در این حالت البته علامت های بیماری را برطرف می کنند. آن علامت هایی که در او، یعنی که خروج کردند، از آن جمله گوییم که در همین بیماری هست تب بلند، از گوییم که نفس تنگی یا دیگر حالت های دیگری که بسیار می دانند و دکتر ان همین علامت ها را برطرف می کند و این را تبابت سیمتوماتیکی، یعنی علامتی می گوید. دویم زینه تبابت هست، بسیاری ها همین در حالتی که همین علامت های سیمتوماتیکی را برهم می زنند صحت می شوند بعد چند وقت. لیکن بعضی حالت ما می بینیم که از حساب یا که قوه های مسئولیت سوس باشند، ایمونیتیت، یا اینکه بعضی بیماری های آدم ها خرونیکی دارند، یا اینکه حالت های دیگری که مثلا در شاید در روانی و طرز حراز دیگر چیزها مثلا پیدا شده باشد، این بیماری می تواند که این یا اون عضو را زیان بخشد و خودی هنه همین ویروس هم در حالت سستی سیرشت می تواند که حتی که غدود زیری میده را زیان برساند، می تواند گرده ها را زیان برساند، در جایی که مثلا بافته های لیمفاتیکی هست، گردش خونی سفید ما هست، در آنجا می تواند آنها را زیان برساند، می تواند دل، می تواند شوش را، پنیمانی یکی می گویند، یعنی که بیماری خودی کووید 19 دیگر هست و آن چیزی که می تواند خروج، یعنی که آریزه آن می تواند که پنیمانی باشد و پنیمانی می تواند که حتی که پنیمکوک ها، میکروب ها هم با وجود بیارد. می تواند این بیماری عصب را ناراحت کند، سیستم عصب را تاثیر رساند، یعنی که بعضی حالاتی که ما متاسفانه می بینیم که بعضی ها جان خود را بای می دهند، همین است که آریزه شدید می گذارد یا اینکه بعضی حالات ها در تبابت به نظر گرفته نمی شود. این دویم زینه است، یعنی که تبابتی مخصوص که این را متخصصانی ساحهی گویم که تیبی که خصوص، یعنی که مخصوص است، اینو ما در زبان روسی اسپیشالیزی روانی مدیسین میگیم، یعنی که تیبی مخصوصی که آیدی به همون بیماری است، یعنی کدام عضو آسیب دیده است آن را تبابت میره. این زینه دویم است. در زینه سیوم باشد تبابت سر میشود با توانبخشی روانی انسان. توانبخشی روانی انسان اون را ما میگذرانیم. بسیاری ها را جواب میتیند به خانه. سه چیز آنها را عذاب می‌دهد. یکی اینکه آنها فکرهای مشکل، وزنین و ویران و بدبینانه دارند. این در مغز چپ انسان، نیمکره چپ انسان می‌شود که آنجا عقل است. انسان فکر می‌کند. دوم این در
نیمکره مغزی راست میشد که ما اون رو نیمکره راست مغزی احساسی میگیم. در اینجا پیدا میشود هراس، شاید ترس و روح افتادگی. در مغزی که در روزروی هست که تن رو نظارت میکند، پولتی بدنی ما هست، در این مغز سستی، ضعیفی پیدا میشود. یعنی که زهری کرونا ویروس وقتی که ویروس مثلا خروج میکند، شدیدیت آن و در خون وارد میشود، مثلا تا آن وقتی که خون در درون حجره ها ویروس هست، انسان حس نمیکند. وقتی ویروس از درون حجره ها به خون پرتافته میشود، وقتی که گردش میکند، با تب تس پیدا میشود. انا آن وقت بدن مبارزه میبرد. بله، حرارت بالا میبرد، مبارزه با ممکن میشود. یک انگیزه زیبای دیگر این بیماری در آن است که در خلق میگویند که آوازه رستم به از رستم است. درست. همین مقال خلقی به همین بیماری کرونا ویروس خیلی شباهت دارد. از اونی که ما کرونا ویروس رو میشنیدیم اطراف آوازه اون در اندیشه خود چی دنیایی رو نمی آفریدیم، چی گفته هایی رو نمی آفریدیم، چی خلاصه هایی رو نمی آفریدیم، ولی در اصل این بیماری برطرف شونده هست. یعنی اون فکرها یا اینکه اون اندیشه های روانی که در عالم خیال با اشیاهای بوده و نبوده، با احساسهای بوده و نبوده، تاثیر نکی روانی خوب در خودمون میسوزیم، یعنی این حالت بیهودگی رو انعکاس میکند. درست. چی نظر داری شما؟ بسیار خوب گفتی. یک روایت هست، این روایت در فرهنگی ملت ما هست، به این یا آن بزرگان که ارتباط میتین که این با این یا آن لقمان حکیم یا که سینای بزرگ، ولی به هر حال من روایت رو نقل میکنم که گویا که مرگ با یک حکیم با میخورد و حکیم از او میپرسد که گجا رفته ایستاده، میگوید که من باید 10,000 آدم رو از همین شهر ببرم همراه خود. وقتی که میگذرد چند وقتی باز مرگ رو میبیند که از شهر برآمده ایستاده است و حکیم از او میپرسد ای مرگ، تو 10,000 گفته بودی، 50,000 رو بردی. میگه 10,000 این نقشه من بود، آن 40,000 دیگر از ترس و هراس جان بردند. یعنی این حکمت بزرگ دارد. البته ما ترس و هراس رو از دو لحاظ میتوانیم شرح بدیم. یکی که ترس و هراس میتوانند از حسابی عکس‌العمل های کیمیایی که در آن مبادله های ماده های در بدن می شود و آن ذره هایی که از خود ویروس می افتند در خون و آنها رفته به عصب تاثیر می کنند، گویا که نیرو انفکسیا می گویند. یعنی که نیرو عصب انفکسیا، همین سرایتی گویا که عصب و تاثیر خودش و زهر خود رو در آنجا می رسانند، می توانند که این یک چی باشد، یک تاثیر روانی که از حساب خود ویروس و ذره های اون و اون چیزی که استحصال میکند باشند. ولی یک چیز دیگری که بر روان تاثیر میرساند، این اون چیزهایی که انسان ها از اطلاعات، از دیده و شنیده، از فهمش میگیرند. یعنی این تاثیر روانی هرچند فیزیولوژی باشد، ولی اگر از معیار گذرد میتواند که یعنی که عملی شود، واقعی شود. اون چیزی که شما گفتید با تخیل خود، با فکر خود رفته خود را پابند انا همون هراس و تهلکه و دیگر چیزها میاندازد. و البته ما در این حالتی که میبینیم هم انسانی که میتواند به شکل فیزیولوژی از حساب اطلاعات، از حسابی که میبیند، از حسابی اطرافی که او را احاطه کرده است، میتواند که به حالت ترس و هراس و روح افتادگی و سستی و ضعیفی و یک چیز را ما میگویم پسیودو سیمپتوماتیکا، دکتر رو میگویم پسیودو سیمپتوماتیکا، یعنی پسیودو دروغین است، علامت های دروغین همین بیماری پیدا میشند. بله، در نتیجه خود تلقین کنی، در نتیجه که انسان خود تلقین کنی و گفت چون میشد. و بسیار وقت انسان این چیزها را با واسطه همون تخیل بزرگ خود، تفکر بافته، آنها را همه وقت در خواب خود حتی میبیند، آنها رو در خود حس میکنه و این سبب میشود که ناراحتی های روانی در او زیاد میشه. و چیزی دیگری که از زهری همین میشه. و من میخواستم همون فکر را دوام دهم که توانبخشی روانی
که ما سه قسم معینه ای سر گفتیم که زیان میرساند. حالا گفتیم که سوال شما سخنی ما را بایکد هم میتواند که زهر همین ویروس یعنی که روان را ناراحت کند، هم میتواند که انسان با تخیل بزرگ خود، انسان از آن که مثلا وقتی شمشیر در دست است میتواند انسان حتی خود را زخمی کند اگر غلاف نباشد. انا همو غلاف لازم است از علم ما که این همین زهر فکرهای از حد زیاد و تخیل بای و حسیات های زیاده که بعضی آدم ها میکنند، حتی بعضی ما را زنگ میزنند میگویند که ما تب ندارم، هیچی نداریم، نفس هم میگیرم. یعنی که در این حالت حتی میگیرم. میخواهم اونجا به فکر شما یک پدیده دیگر را ایلاوه کنم که ببینید در این همین حالت ها وقتی که انسان زیاده از قسمت فکرهای خودش رو میبخشد به آن همین چیز، یعنی اطلاع درست ندارد، در اساس آوازه های به اساس هر گونه اشیاء ها رو، هر گونه حادثه ها رو، هر گونه حالت ها رو در عالم خیال های خود میبافد، ولی در عکس العمل حادثه با یکم فعالیت جسمانی مشغول نمیشوند، فقط حالت فکرانی، فقط حالت پیشبینی کیم کدام یک عامل موجود نبوده، ولی در عمل مشغول، در عمل مشغولیت کدام یک کار مقرری روزه خود نمیشوند، فقط در دایره آن همین بیماری، در دایره آن همین غریزه های اون، در دایره اونی که آیا من میشوده باشم و یا نه، فکر خود را مشغول میکند و باطن خود، بدن خود را به آن وادار میسازد که من آماده هستم تا تو مرا سرایت کرده باشی. البته بسیار فکر عالی جناب است که مثلا خاص است و بعضی مردمی که در همین حالات ها گرفتار میشن. ما میتوانیم به این حالت، به این چیزی که حالا مثلا تقویت فکر ما بود، چیزی باز زم کنیم که فکر بخواتر و درستر شود. وقتی که آدم روبرو میشود به یک مسئله که او را که به مرگ روبرو میکنند، وقتی که به مرگ روبرو میشود و در حالت نه حیات و نه ممات میماند، آن وقت در حقیقت بسیار انسان ها حکمت زندگی را میفهمند، میفهمند که این زندگی چی بوده است و بسیار و بسیار چیزها از آنها وابسته نبوده است و آن وقت تمام آرزو، هوس، تفکر، ارزش ها تازه کرده میشند. این سبب بیان می شود که انسان در حالت بیماری بود و ترسید یا که نبود و اون من ترسید و باز در حالتی که بین ترس ها روح افتادگی پیدا می شود. روح افتادگی انا از همین حساب پیدا می شود که همه ارزش و همه نقشه و همه پلان، همه چیزی که انسان در زندگی می خواهد که آنها رو به دست بیارد، آنها که از بین می روند روح افتادگی پیدا می شود و این روح افتادگی یک تکان، یک استیمول بدن هست که نیرو دهنده که این نقشه هایی که در انسان هستند، این آرزو هوس هایی که در انسان هستند، این مقصد هایی که در انسان هستند، اینها یک نیروی تکان بخشنده بدن هستند. آنها بدن رو وادار می سازند، چون که این آرزو هوس ها هستند، داروها، گرمان های معینه سر از هیپوتالاموس حاصل می شن و آنها بدن رو وادار می سازند که خیز رو مسئولیت به گردن بگیر، این کار را کن، وای کار را کن، به این مقصد برس، حلاوت ببر از آن که تو به مقصد خود می رسی، عاقبت کار خود را می بینی، نتیجه کار خود را می بینی. انا همین چیزها از بین می روند. این بسیار حالت مشکل است. بسیار سوال هایی که مثلا با ما می دهند در همین مسئله، انا همین سه حالت هست. حالتی که فکرهای ویران هستند، حالتی که ترس و روح افتادگی هست و حالتی که بدن سست و ضعیف است. و در این حالت چیکار کردن لازم است؟ البته ما میتوانیم با بعضی داروها که من دیده استم، بعضی هموطنان عزیز ما رو داروهای روان پزشکی میدهند که حالت روانی آنها را درست کنند. البته این درست است و این تکتیک یکی از تکتیک های مثلا پسیخاتری در بیماری های شرایطی است و بسیار وقت داروهایی که مثلا از روان ساحه روان پزشکی هستند، آنها بعضی بیماران جمله بدن را سست میکنند، میتونن نفس را راحت، میتونن آدم را خوب باشه، یعنی عادت کنونن آدم را با بعضی داروها و اون من دائم نمیتونه که انسان داروها را استعمال کند و برای همین هست توان بخشی روانی، سخن درمانی، روان شفایی به زبان روسی، این را
بیبلیوتراپی یا که پسیخوتراپی هم میگن و این رو ما چنان درست کردیم که مشقای روانی پیشنهاد کردیم که میتوان اثری نو پریزگروس که فایل های معنی سر دهیم یعنی که اثری نو آنها رو ما باز قوت توان بخشیم آنها اثری نو باز برقرار سازند آن چیزهایی که پیش بودند آن سمت فکرانیه که مثلا در وقتی بیماری ما آن رو فکرانی نقبی میگیم تونل نمیشلینی که فقط درباره یک چیز فکر میکند یا که اکسنت میدهد به زبان دکتری انا همین رو ما برهم میزنیم و آهسته آهسته آن رو ما به حالتی سلامتی برمیم همه از این چیز شاید استفاده برده نتوانند چون که متخصصان ساحه روان درمانی کمتر هستند و فکر میکنیم که در آینده این را البته به نظر میگیرند ولی توان بخشی روانی در این حالت چی هست؟ چرا بیشتر دکترها میگن که روید خانه با 10 روز یا 14 روز در خانه نشینید؟ یکی از اون چیزی که ما امروز میتوانیم بگویم که تاثیر قریب 100% دارد این آن است که در خانه فقط دم گرفتن توانستن در کار باز دم گرفتن را توانستن در کار یعنی که خواب را بسیارتر کردن لازم است بعضاً اطلاعات های درست و سازنده و آباد را گرفتن در کار است تمنیات خیش و تبار را البته شنیدن در این دعای آنها را شنیدن در کار است و آهسته آهسته سرشت انسان امکان دارد که باز از سر نو فکرهای خود را درست کند باز آهسته آهسته مانند که از زمستان بهار می شود و هر روز ما می بینیم یک چیزی نو یک چیزی نو پیدا شده است که علامتی بهار زیبا است همین طور در سرشت انسان هم قوت پیدا می شود آهسته آهسته باز برقرار می شود آرزو و هوس ها و آن قسم های برنامه ریزی شده معنی سر که در این حالت آنها فعال نبودند باز از سر نو فعال شدن میگیرند و فکرانی وسیع شده باز انسان به حیاتی پیشینه بر میگردد و ما گفتیم این سیوم چیزی هست که در طبابت دکتری هست این طبابت رو دکتران ساحه طبی روانی روانشفایی و روانپزشکی میکنند و چهارم زینه طبابت هست چهارم زینه طبابت این توانبخشی اجتماعی هست بله. سوشیال ریابیلیتاسیون باز آدم با کار می رود باز با کار شروع می کند و از کار قوت می گیرد و آهسته آهسته سرشت خود را با کار پای پیشینه عادت می کند آن گویم که برنامه ریزی هایی که ما اگر آنها را با نام فایل بگوییم که در معنی سر هستند و از خوردی برنامه ریزی شدند آنها گم نمی شوند آنها موقتا در یک حالتی غیر فعال قرار می گیرند چون که آن وقت هر یک برنامه ای که در معنی سر است از معنی سر نیرو می گیرد و معنی سر آنها را برای آن محکم می کند که نیرو را بر مبارزه بر ضد آن همین بیماری صرف کند و این چیزی فیزیولوژی است که جبران می کند از همین حساب ما می توانیم بگوییم که مردم عزیز ما کسانی که این بیماری را گذراندن یا که حالا گذرانده استودن یا که نگذراندن بینانند که بسیار وقت سرشت انسان اگر امکانات بدهیم اگر او را ما خلل نرسانیم به فکرهای خود به احساسهای خود میتواند که بیماری های زیادی را برطرف کند توان همون را دارد و چرا ما بسیار بیماری های که آدم میشه در حیوان نمیبینیم چرا ما در حیوان اسما دیقی نفس فشار بلندی بیماری های ستون مهره دیگر بیماری هایی که مثلا آدم در حیوان نمیشند چرا که انسان احساس و تفکر خودش را اگر سمت درست یاد این بیماری ها در او خروج نمی کنند ما فقط میبینیم که حیوان اگر پیر شد اون بیماری ها میتوانند و بعضی بیماری های سیراتی میبینیم که در حیوان ها هم شدنش ممکن است از این لحاظ آرامی و یک حالت موازنت روانی لازم است که آن را چی در وقتی بیماری بودن و چی در وقتی مثلا برقرار کنی یعنی توانبخشی
آن را نگه دارند و امکانات بدهند که بدن را خودش را صحت کردن گیرد در همین وقتی که آدمان دم میگیرند در خانه و اگر که یکی بعضی چیزها اگر سست‌تر رفت آن وقت متخصصان با این یا آن عملیات های روانی و داروهای فارماکولوژی میتوانند آن روش را بیتیزانند و تستر صحت شود. خب از صحبت شما خلاصه کردن ممکن است که همه گونه بیماری حال گذشتن دارد. ولی در مرحله گذشتن انسان باید حالت روحی و روانی خود را اداره کرده تواند و امروز در اندیشه آن باشد که پس از گذشتن حالت روحی و روانی ما باز هم باید برقرار باشد و ماجرای همه روزه زندگی رو همون گونه که تا بیماری می رفت همون گونه ادامه داده باشد. خب برای اون که آمدید اینجا در صحبت ما اشتراک کردید و با چند پاسخ خود برای مردم اطلاع تازه بخشید از شما سپاس میکنیم و با استودیو مرکزی تلویزیون سینما باز هم خوش آمدید.